تا حالا شده بخواید حال خودتون رو با گفتن یه سری جمله ها مثل هر چی باشه بهتر از فلانی بودم بهتر کنید، یا اینکه با گفتن جمله هایی مثل من هیچ وقت نمیتونم به اون هدف برسم خودتون رو دل سرد کنی؟ باید بگم که این سبک از طرز فکر فوق‌العاده سمیه، چون مقایسه کردن خودمون با دیگران قاتل پیشرفته. البته اینم بگم که مقایسه و انتقاد با هم متفاوتن. نقد و تحلیل سازنده خودتون تا حدی سالم‌تره، چون شما رو وادار میکنه که واقع بینانه تر عیب‌هاتون رو بشناسید و کمکتون میکنه زمینه هایی که میتونید توش پیشرفت کنید و پیدا کنید. این چیزیه که به ما انگیزه میده تا برای آینده بهتر تلاش کنید. اما انتقاد از خود یه زمانه کارکرد منفی داره، زمانی که از لنز مقایسه به اون نگاه کنید، چون به جای اینکه از خودمون بپرسیم چه کاری میتونیم برای بهبود خودمون انجام بدیم، از مقایسه استفاده میکنیم که خودمون رو با معیارهای بقیه آدما بسنجیم. این سبک از نگرش باعث میشه ما از رشد تدریجی خودمون تو مسیر موفقیت لذت نبریم و زندگی رو فقط با دو تا فیلتر ببینیم: شکست یا موفقیت. و اگر تصورمون این باشه که به بقیه نمیرسیم، احساس سرخوردگی و شکست میکنیم. اما این طرز تفکر اصلا درست نیست، چون اگه یه لحظه مسیر زندگیمون رو از بالا نگاه کنیم، میبینیم که همین تلاشای کوچیکه که باعث میشه ما بزرگ بشیم و رشد کنیم. پس دست از مقایسه خودمون با دیگران برداریم و به جاش خودمون رو با دستاوردهای قبلیمون ارزیابی کنیم. ببین امروز از دیروزت بهتر بودی؟ میخوای فردا بهتر از امروزت باشی؟ اگه جوابت به این پرسشا مثبته، پس توی مسیر درستی داری قدم برمی‌داری. چون وقتی حالتون رو با گذشته‌تون مقایسه کنید، میبینید که با سرعتی که متناسب با توانتونه دارید مسیرتون رو به پیشرفت خودتون طی می‌کنید. با این کار شما میتونید از پیشرفت‌های قدم به قدم و کوچیک تو مسیرتون و جنبه‌های دیگه که خاص خود شماست لذت ببرید. پس پیشرفتتون رو با استانداردهایی بررسی کنید که در حد توانتونه و براتون قابل اجراست. فکر کنید که یه بازرس هستی. همه چیز رو به دقت آنالیز کنید و مشکلتون رو تشخیص بدید. یه لیست از تمام چیزایی که فکر می‌کنید نیاز به بهبود دارن تهیه کنید و خودتون رو بازسازی کنید. یکی از بهترین دستاوردهای این طرز فکر اینه که انقدر سرگرم تبدیل کردن خودتون به فرد دلخواهتون میشید که اصلاً وقت مقایسه کردن خودتون با بقیه رو ندارید و هر روز با نسخه قبل خودتون در رقابتید و میتونید شاهد برنده شدن مقتدرانه ورژن جدیدتون باشید. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. ما تو کانال کسینو راجع به موضوعاتی صحبت میکنیم که بهتون کمک کنه تو تمام جنبه‌های زندگی بهترین تصمیمو بگیرید. پس اگه میخواید ویدیوهای ما رو از دست ندید، یادتون نره سابسکرایب کنید، لایک کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.